یکی میخواد چای پر، ما یکی میخواد چای 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 میارم به پاد. داداش حواست کجاست؟ این قهوه خونه قنبر برگ چغندر نیستش، هیچ جا تو این دنیا داداش از اینجا بهتر نیستش. شبرام جون ببین دنیا بی وفاست، یک پامون زمین یک پامون هوا، تا دور همین فارغ از غمیم، اینجور زندگی والا با صفا. به نور خشک و سبوی شکستم نازم، سفارا به کیمیا ندهم. خودش روزی رسونه چیتون موش جون کن، هر کی یه جور تو کار دنیا گیره، تا شل بیای از جا به جنبی دیره، خوشبختمون که پشت کاری داره، بیچارمون آدم که از رو میره. این قهوه خونه قنبر برگ چغندر نیستش، بیجا تو این دنیا داداش از اینجا بهتر نیستش. چای 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 کی میخواد چای یه فرما، یکی میخواد چای 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 میارم به پا. داداش حواست کجاست؟ این قهوه خونه قمره. بابا یه احمد بخوره چون کاسه بشقابش داره. تو چه دیگه میخوام ببینم؟ بازم به اتوبی انتره این گفته شیعی شد شیطونه میگه هرچی بدم تو مخش اینه هویو پنچه یود زمین. نه بابا لوله نه برو نشگمی نه یود کم کن اینی و دبی و باشتر من دست میبره. اگه تو تنگم بیافتی ها با دندونم قیمه و خایمتی چه وایتا چه وایتا نامرد بیا با شکاره با شما دو با هم جرگیری کردیم. ببینم ابرام طوری که نشه. نه بابا تخشیه اینه کسه یه چیزی بهش بگو. ببین نداره بلند شو برو به کارت بره. خدا تنت سالم نگه داره. یه تونم خدا به رخت خواب بیماری که رسالت نکنه. تب ندارم، فکر میکنم حالشون خوب شده باشه. هرچی از اونجا تو قلبم درد میکنه، میسوزه، مثل اینکه یه میله آهنی داغ توش فرو میکنن. دلم میخواد استخونای سینما بشکنم. چیزی نیست، بی خودی داری خیال میکنی. اگه مرگ چیز مهمی نباشه،
منم چیزی نیست، چون میدونم که این قلب بیشتر از این قدرت تحمل نداره. فقط دلم میخواد اینقدر زنده بمونم تا پسرم برگرده. پسرم برگرده، پسرم برگرده. مگه پسرت دکتره؟ مگه الان کم و کسری داری؟ مگه پشت سر هم دکتر برات نمیارم؟ مگه فلور مثل یه پروانه دوروبرت پر نمیزنه و از تو پرستاری نمیکنه؟ ای کاش از اول میذاشتی پسرمو پیش خودم نگهدارم و منو مجبور نمیکردی که اونو از خودم دور کنم و به شهر غربت بفرستم. آمریکا رفتن غربته؟ بعد کردم خواستم پسرت بره برای خودش آدمی بشه؟ 10 سال بیشتر نداشت که پسرم پدرشو از دست داد و بعدش هم 12 سالش بود که تو منو وادار کردی اونو بفرستمش آمریکا. بله، تو باعث شدی که الان 15 ساله جگرگوشم از من دوره. امه جون، امه جون، امه جون، مشته بده. تلگراف بهرام رسیده، بهرام تلگراف داده میاد. فهمیده شما که سلط داری؟ بده بخونه. از کجا فهمیده؟ من باش نوشته بودم. تو؟ نفهمیدم. من گفته بودم بنویسه. یعنی چه؟ شما هر کاری دلتون میخواد میکنید؟ پس من تو این خونه چی کارم؟ 10 سال تو هر کاری دلت خواسته کردی دیگه، بس. پیش از این نمیتونستم دوری پسرم رو تحمل کنم. آه قلبم، خدایا. میخواد خودتو ناراحت نکن. 15 سال عمرم رو به پای اون تلف کردم، 1 سال داره جون میکنه و هنوزم نمرده. با اومدن اون پسرش ممکنه تمام نقشه هامون به هم بخوره. اگه سیاهی چشمش مثل برف سفید بشه آرزوی دیدن پسرش. تو شک بازم شیو کردی؟ نه بابا، شیوه نمیه آدم اینقدر تخت. آخه چی بهت بگم؟ خیلی خوب بسته دیگه، الان خودت بداش بشم و مثل قرقی بپرم تو باقلی. جون بیا مثل خود کشمش به هر قطعی بشی، بذار من مزه عشق تو رو بچشم. بخ به هر کردی هم هست کردی. هواپیمای شرکت پان امریکن از مقصد نیویورک، لندن، روم هم اکنون به زمین نشست. مسافرین محترم شرکت هواپیمایی ملی ایران به مقصد بیروت، روم، فرانکفورت برای انجام تشریفات گمرکی هست دوتر به سالن گمرک مراجعه فرمایند. ببخشید، تو هواپیمای شما مسافری به نام بهرام نبود. ببینم، شما مگه برای استقبال بهرام اومده بودید؟ بله، قرار بود با همین هواپیما بیاد. میدونم، قرار بود با هم بیایم، ولی متاسفانه. ببینم مادمازل، شما چه نسبتی با بهرام دارید؟ دختر داییش هستم. پس مادرش کجاست؟ مریضه، حالش خیلی بدی. خواهش میکنم بگین چرا بهرام نیومدی؟ با کمال تأسف باید بگم که بهرام یک روز جلوتر قبل از اینکه به ایران حرکت بکنه در اثر حادثه اتومبیل از بین رفت. چی؟ بهرام از بین رفت؟ بله،
اتومبیلش به عمق 60 متری در رست سقوط کرد و جسدش به کلی سوخت. خیلی متاسفم که این خبر رو به شما بدم. حالا من چطور این خبر رو به مادرش بدم؟ اگه بفهم از خواست دق میکنی؟ در هر صورت من خیلی متاسفم که این خبر رو به شما میدم. اینم یه نامه تسلیت و گواهی فوت بهرام از کنسولگری ایران که از من خواسته بودم به خانواده بهرام تسلیم کنم. و هر وقت شما صلاح میدونین مادرش رو از این حادثه با خبر کنیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید شما رو تا شهر برسونم. خیلی متشکرم. بچه تو آر شدن الان را میفتن. آره موازه باشیم گمشون. باید تو یه جای خلوت بپیچی جلو هاشیم. جلو بچه حرکت. جلو بده تو آر شد. فرموی اوی گم کچن گردن الهی چرا چرا مشکل بیراج میدم نفهمیدم اونجا رو نگاه کنی بچه ها برو کنی موشن دارم آدم رو بکنم آدم کسا دورشون به یه زن رسیده ببینم اینا واسه چی با شما دست بیخه شده نمیدونم معلوم نبود چه کلکی تو کار بود یعنی چه عجب دور زمونه ای شده جونشون چیز قریبیه ده بام چیزی چرا این ریختی به ما نگاه میکنی ها تخمه کفتر بخور بقیل را ببخشید اسم شما چی احمد آقا آقام رو اسمتونه؟ آقای جد و عباب کمی هکلشه انقدر پا برنه واسه درف بزرگتران آدم ناکه و تا کنی مجبه کاری شما چیه؟ کارمند قهوه خونه قنبری مابزی آب گوش داری؟ قلیون داری؟ اینجا تبلیغات نکن خیلی عجیبه همچی چی چی عجیبه؟ معلومه دیگه ایکانی به قواره تو خیلی جون تو رو خدا ایکانی شده رو ببینم شاقش امشاد مثلا داشت تو اول ایکله مگه کوری نمیبینی کام بود چه راست میگه اروا بابات نخواه چی جون پا چی که راست میگم تا دو چکه بگره بگه چه احمد اقا رفقای شما خیلی خوشمزده حالا کجشو دیده چه خواهیم دیگه خب آمجی آخرش نگفتی اونا واسه چی به شما حمله ناگهانی کردن قشی بده نفهمیدم خودم هم درست نمیدونم واسه چی نایمد آخه چرا نایمد من از سپیده صبح که تو رفتی چشمم به این در بود دلیلشو درست نمیدونم ولی به وسیله یکی از دوستاش پیغام فرستادی که تو چند روز دیگه حتما میاد آخه کی چه روزی دلم خیلی شور میزنه روزشو تعیین نکردی اما حتما میاد خیالتون راحت باشه میترسم آخرش بمیرم پسرمو نبینم این چه حرفی میزنی هم میجود بهرام حتما میاد همش تقصیر چنگیزه باید زودتر از این مینوشتم بیاد اون مخالفت میکرد چشم نداشت پسرمو تو این خونه ببینه آه.
زیبا، نکنه پسرم بلایی به سرش اومده باشه. این حرف رو چیه میزنی همه جون؟ اون حتما میاد. آره، تنها آرزوم اینه که پسرم بیاد و با دستای خودم دست شما دو نفر رو تو دست هم بذارم. دلم میخواد بولی رو که به برادر خدا بیامرزم دادم انجام بدم و بعد بسرم اونجا. چی؟ آخه چی؟ اگه مادرت بفهمه تیغ میکنی میمیره. زیبا خانم، زیبا خانم، زیبا خانم، گریه میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ ببینم، برای اینکه عمه جونت مریضه یا برای بهرام؟ من گریه نمی کنم، چشمم ناراحت. تو بهرامو دوست داری؟ نمیدونم چی بگم، فقط اینی میدونم که من و بهرام وقتی خیلی بچه بودیم ما رو برای هم نامزد کرد. الانم سال هاست که اونو ندیدم. من فقط به خاطر عمه جونم بیشتر دلم میخواد که اون برگرده. نمیدونم ولی حتما میاد. نه 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 مواظب باش، مواظب باش. نه بیبا، چی شد عمه جون؟ چرا ناراحت شدی؟ دختر خواب وحشت نکن، خواب دیدم پسرم از بین رفته. تو رو به خدا اگه اتفاقی افتاده به من بگو. نه عمه جون، خیالتون راحت باشه، حتما تو همین چند روزه پسرتون برمیگرده. بی خود خودتون ناراحت نکن، برای قلبتون ضرر داره. خدا بگم این چنگیز و ذلیل بود، اون باعث شد پسرمو از خودم دور بکنم و بفرستم ینگ دنیا. من نمیفهمم شماها برای چی منو اینجا آوردین. اینجا کجاست؟ آ پسر، یک کمی صبر داشته باش، بالاخره معلوم میشه. نمیفهمم این کی آوردینش اینجا؟ همون آق پسریه که از فرودگاه سوار اتومبیل زیبا خانم شد. این که بهرام نیست، گندشو در آوردیم. ما که دیگه شناسنامش نگاه نکردیم. شما گفتید زیبا خانم قراره یه جوون که از خارج میاد از فرودگاه بیاره خونه. ما هم نباید بذاریم که اون جوون بخونه بره. ما هم این همین کارو کردیم با یه تفاوت کوچولو. این اون کسی که ما میخواستیم نیست. پس حالا تکلیف ما با این شاخ شمشاد چیه؟ نمیدونم، پلار یه جوری دست به سرش میکنه. آقایون بذارین من برم، براتون بد میشه. اینقدر زجر نش تو شاه پسر. خوش تشریف آوردن. مگه همین نبود که جواهرات شما رو دزدیده بود؟ آقا جان چرا تهمت میزنی؟ عجب شر گیر کردم. به نظرم نمیاد این باشه، اون دزد بیرحم یه عینک به چشم داشت. شاید الان عینکشو برداشته باشه. من عینکم کجا بود آقا؟ تو همه یه فامیل من اگه بگردی یه نفر عینکی پیدا نمیشه. مثل این که راست میگه، آزادش کنیم بذاریم بره. از اولش هم بی خودی منو گرفتم. من از شما معذرت میخوام، این آقایون قراره دوز جواهرات منو پیدا کنن. اگه این آقایون قراره جواهرات شما رو پیدا کنن بهتر جواهرات رو فراموش کنین خانم. خب حالا تکلیف ما چیه؟ باید صبر کنید، من گوش به زنگ هستم، هر وقت بیاد خبرتون میکنم. فقط یک کدوم از شماها برین آدرس این پسر رو یاد بگیر. ما رفتیم. خدا دایم من. آی آقا، آهای داداش، آقا با شما هستم. با ما هستی؟ بله با شما. با تو نیستش خره، همون دختر مشکل از میکی که پابند من شده. بریم ببینیم چه کار داره. ببینیم اینه ها باز بدهش دنبال من زیاد باش اوز دا دنبایتا باش تو کنار بی خود خود نداشتیم فرمایشو داشتیم ما بگیم. بله عرض داشتیم. دیدی گفتم حالا برو اون برای تنقه بزن برو دیگه باز باش شده.
احمد آقا دوستتون کجا هستن؟ تو قهوه خونه. بازم تو خودت انداختی وسط. برو کنار بگه دوتو بگشت قبلش رو بگم عجب رو بگه. ممکنه خواهش کنم بگین احمد آقا یه دقیقه تشریف بیارن اینجا؟ باهاشون کار دارم. اطاعت شما بگه. آی پسر برو بگو احمد آقا بیا. بله بابا خدا من اینجا آقای مزبولت دارم. من ایوانگان با چاکر شما هستیم. فکر نمی کنم این طرف رو بد خونت بداشته باشیم. اگه داریم بگی ندارید داته نفهم ها. دو ساعت رفتی دو تا چیزی ببری معلوم ها کدوم کوری موندی. نفهم هم چه چپو یا زمدون به من بدو به. بله خب حالا جوش نگردی دل سیاهت چه اینقدر حرف می زنی که آدم حب خودشم یادش میاد. چه مرگ تو چی می خواستم بگم؟ آها یه حبه بیون کایت ده. خب میگفتی بیا تو. آخه نمیشه یک دنه همون دختره اون یوتیه میگه چند کلمه باهات حرف برم. یا اله الا الله ببین میدونم سلط زوری به کار زندگی اون برسیم. آخه جواب مردم چی هنه گفته بر باباش دوست برمیگردیم حالا میام اومدم. بفرمایین این هم دو شهمت همه ده به اینجا یا به شیابجی فرمایشی داشتین؟ بله باید ببخشید وزم بدجوری شده دستم زیر ساتور شما مونده. خدا نکنه با چی؟ اگه یه خواهشی از شما بکنم قبول میکنی؟ والا بسته به اینه که خواهشتون چی باشه. شما حاضرین به طور موقت یه نقشی رو بازی بکنی؟ چی؟ نه آبجی همین یه کارمون مونده بود حالا دیگه میخوای مطربم بشم؟ نه منظورم این نبود. آخه من یه پسرم میدارم که مرده میخوام رول اونو بازی کنی. دار احمدش رول نش نه جونم ما اهلش نیستیم. آخه چرا نمیفهمی چی میگم؟ من میخوام شما برای یه مدت جای پسرم من بشی. این جایی چی شده؟ جندشه که در آورده. الان جونم الان عمره پینه کجا رفته؟ یا ساعت واسه یه قیلون علاق شده. هیچکی نمیتونه بشنسه چیه؟ من وجدانم غیرتی راضی نمیشه خودم رو جای آدم دیگه جا بزنم. ببین احمد آقا پای یه مریض تو کاره. هرچی هم پول بخوای بهت میدم. ببین آبجی اگه مریضه ببرنش مریض خونه. اگرم فکر میکنی میتونی ما رو با پول گول بزنی ما اهلش نیستیم. بابا خیال کرده. چرا نمیخوای به یه زندگی خوب و درآمد زیاد برسی؟ دیگه چه کاری بهتر از این؟ ما همه کار درآمدی که داریم از سرمونم زیاده میبره بخش سلط زوری به کارمون برسیم. بره ما این حد میگم برین اومدم. ببین اومد بزرگ تو خونتون یه خواهر خوشکتر از خودت نداره که نمرش به من بخوره. میخوایم ایار مبارک بخوریم. با باشی 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 داری بسه بیا. اومدم بابا اومدم زب زیر گفنه زیر بزنی. اومدم چه 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 فرما بیا بیا پسته بیا جا. حالا که با زبون خوش رازی نشدی کاری میکنم که با پای خودت بیای. بفرمین نوز جون آقایون بفرمین اینم درگوره که این همه دیشت جونه تو همه دیشت جونه تو وای وای خوش اومدین مادمزه گرگره شما زد زیاد ای پسر بله من تو چای به حساب محمد آقایون یک چایی هم ورده بست ما بیار اینجا کاری من تو چایی ببر اونجا مغلده باش من نهیده باشه کلک دسته بود بده با خاطه یاد جمع باشه برو خیکی همین آقا روم سی آزو جور دیگه شده ها نه خود رو داشت چایی تو بخور. آره داشتم چایی تو بخور تو کار خودت باش بخور تو جونت این همون سیاهی معروف به دیگه بفرما بینم یه چایی در بخور یا زودم اینجا بزن به جاید اینجا جایی شما نیست زیادی حرف میزنی. 30 سال آزگاره بابا میگفت چایی قهوه خونه قنبر باستم بینم چه جور جاییه. جایی بفرمی این چیه بست من آوردی؟ یادیه این که تو مگسته بوشتم جایی شست انگوشتم رو استکانشه مگه استکانشو نمیشورین؟ نه بابا آی آقایون این چایی رو نخورین مریضتون میکنه. نه بابا دست میکن نخورین یه نگاه به این اصلا کام بکن. آره من که عشقم نمیکشه اینجا چایی بکنم آدم دلش به هم میخوره. آره چایی به مردم میدی چیچیه شما دهن به دهن اون میدی؟ راست میگه دیگه بی خودی راست میگه داشت بی خودی زنده ای حرف درده بر پاس راست میگه راست میگه راست
منظورم این بود که پیشنهاد منو قبول کنی. ول معطلی، من 30 سال بیکار نمیمونم. فکر میکنی کاری میکنم که آخر شرف منو قبول کنی؟ احمد آقا یه دندگی نخور، من میدونم که این نمیذاره ما به کارمو برسیم. بس نه بس تو بتونی روشن میکنی. سلام علیکم خانم جان، یه عرض کچولوی داشتن بلاخنه رفتن سرت میشه یا نمیشه؟ اینجا دیگه این تنه کفن کرده کار دست ما نبود، بذار یه قلب قبه واقع در جلو من پایین بره. اختیار داری نخو چوخان، ما مخلص شما هستیم. من نوکر شما هستیم. بودی یه بسمنی و اسما بیارم برای چاخ چشمم. آی ابرام گامبو یا بسن یه چاخ چلو بر اینجا علاقا با بسته بیخوره نه آر نده. سلام علیکم آره پسری میز شماره این پسر همچی با دیرتن که اندفعه کلک تو کار نیست. نه افرام خان کات جمع ببینیم و تعریفی بکنیم. این که شوره به شوره این مزده رو میدونیم. به چه اینجوریه؟ مثل این که شوره چشونو نمیشه خورده اجالت هم خوب چیزیه. چه میگه؟ این چه که صفتی عوض بستنی میریزه رو شکم مردم. مگه چشه؟ مزه یه ماهی دودی میده تو آب نمش خوابوندینش آدم رو مسموم میکنه. مثل سهر ما میمونه دهنت چلخه. دهن من سهر هنوز نه. تو پیشنهاد کاری رو که بهت دادم قبول نکنی خیالم راحت نمیشه. خوابشو میبینی آدمو گشته که خوابش نمیبینی. تو که سر چلو چربی زیادی داری. منو بابا که دارم مثل یک قالب آوی اخشم. بسته دیگه انقدر نق نق نکنین ابول بشتره گشنگی دار بگیریم بخواب اینجا. این خواب از که چی بشه ایچی تو خواب گشنگی یایتون میره. یالا معطل نشی من که خوابیدم شما هم بگیریم بکپی زخفا یا لاغر یا بیدوار چه مرگتونه؟
ابرام بس که داره به سرت گنده. معذرت میخوام جیرش و محمد خواهد گوشگی به نظر هم اومد و خوشی یه بگه یه تو بودی بابا دست خوش خیلی سرت بشه برو دیگه بخواب خدا روزی تو چای دیگه حضل کنه. آه گندشو داره بردی اقلا بذاری یه لقمه خواب راحت بخوریم. آه اون فکرات که ما یه گوشفندی چطوره من فکر کنیم و یه گاوه چون گاوه هم هست جان زمون از دلم هم وای چی بود؟ همه بود؟ وای دوبا چی دلم لا گفتم ول کنین بگیریم بخوابین. اما میخوام ولش بدم اما این شیکمه یا مرسم ول کنه ما بلنی. خب حالا میگی من چی کار بکنم؟ ببین داشم حد بهتر نیست رو پیشنهاد اون دختری فسر بکنه. آخه این دختر یه پاک ما را اکایی زندگی انداخته اینجا نجد دار دو شب سعی بیشون ببین بزنیم. قضاتون یخ کرد چقدر فکر میکنین بس دیگه من تا پسرم رو نبینم فکرم راحت نمیشه حتما همین روزا پیداش میشه پس چرا هیچ خبری ازش نیست نبود میخواد سرزده بیاد که یه ها خوشحالتون بکنی فلور کجاست من نمیدونم بازم با چنگیز بیرون رفته نمیدونم شاید جیگرم از دست این مرد خونه اسمش اینه که فلو رو به عنوان پرستار و نگهداری ارمان تو این خونه آورده. عمه جون چرا بیرونش نمی کنی؟ چنگیز نمیذاره. این مرد 15 ساله تمامه منو اسیر هوس ها و بیرحمی های خودش کرده. Thank you.
برم از دست قربونی کشمی مسته، دل بی برم از دست قربونی کشمی مسته. یابوش در صبر اومد ولش این تخت اومد. من که مسته مستونم دوستیدم دوستیدم، من که خوشور و عدام. چنگیزم با تو بود؟ نه، فقط اون اومد من رو بسیارم اونجا. چقدر هوا گرم شده، من میرم تو آبی کمی شنا کنم خونک. زیبا تو هم پشو بیا، هوا خیلی گرم شده. خود این قش روغش نکن، این قدم قیل و قار را ننداسته جون اون هیچال فرزاد نمیشه. بذار اول من برم تو حاجی آبی به سر صورتم بزنم، بعد شما بگیم. آقا واسه چی تو اول بگیم؟ واسه چی همیشه حیف حیف تو باشیم؟ واسه اینکه جرن کن افتم، واسه اینکه تو باید شکر گنداد نخ نداری. حالا دیگه ما بیباق شدیم دو کچی خواه. اولا نخوچی تمام هیکل تو، دوبام اما مرتب داریم ورزش میکنیم که اول هیکل بشی. بله سیخونا تا از برچسی بی نخ بودیم. آقا خوش هیکل جون، فکر نمی کنی که از تو بری توی حوض بستنی و بیای بیرون دیگه آبی توش نمی مونه که من آب تنی بخورم. آخه یه نگاه به هیکل خوش گرفت کن، یه نگاه به یه حوض زندان. من فکر می کنی با این یه بند انگوش قده در این بستنی با آب خفته بشی. من خفته می شم همچی را از این بار شیزه می رو از این بار بسی ماهی پنجا تومنی میان بیرون. بله یه نفر دوشیزه به چند نفر دوشیزه یا بانو، یه پرستار زن به چند نفر فروشنده زن به هفتش اتا زن. ای بابا مصطبه تو شکر همش زن زن از کارگر مرد همش کارگر زن میخواه. حالا با این هکه یه بسقید میخوای با الان خودم یه استخ آب وسط حاضر میکنم. احمد آقا تو نمیدونی اگه من از خاطر شما نباشه سر یه دقیقه تنهایی لاشیشو به خود بیاری کنم. حالا تو این استخ خودتو خونه کن جوش نیاری. رسید به خیمه و خرگاه دیو سفید شکیل بیرون کشید و فریاد زد. آه این یاده به جنگ من جلو جلو بگه توفنگ من دستم توفنگش بده اون شکیل کشید شکیل شمشی کشید برگ من ببخشید نداری مره بد ساکت نشین و دم مزد گوش بده ببینید اصلا چی میگه با کند رتبا و شود یه جو معرفت تمام درهای بسته را به رتبا میکنه، یه جو معرفت تو رو از گزند نیش ما رو اقرب و افیق متون و محفوظ میکنه. اگر این نیشش به تن آدمی آشنا بشه خاکستر میکنه، اما از برکت وجود همینطور که ملاحظه میفرمایید تاری به تار درویش تون نداره. هر ما رو از برگرد شبیه تو رو میخواه نه دروخو
تمام معرفت و از این مارهای گزنده یاد بگیرین و تصدق وجودتون در ویشتون رو فراموش نکنین. امیدوارم هر کی چراغ اول ما رو روشن کنه هیچ وقت به خاموشی نخوره. آقای پاسبان چراغ نور روشن کنه، چراغ قلبشو خدا خاموش نکنه، هر کسی من جوان را نور روشن کنه قدم قبو قداش بگیر. بسته دیگه بلنشو بری فکرانه. نخوشی بخن، راحت شدی؟ اسم منو نبری تو؟ هنوز نه، تو پیشنهاد منو قبول نکنی نه. ببین آبجی، دست از سر کچل ما ورد و بذار به زندگیمون برسیم. والا غیرتا سرت میشه؟ تو که همه مو داری؟ نه. آخه واسه چی؟ واسه اینکه به شما احتیاج دارم. لا اله الا الله، مادمازل معرفت سرت میشه؟ بله، چجورم؟ پس تو رو اون معرفت تا کفری نشدن داره ما رو خید بکش. خیلی خب بس دیگه. حالا تو که معرفت داری امشب ما رو به شما مهمون میکنی یا نه؟ قدمت رو چش خودم شکره گه. آخا چی میگی؟ بس که دو مرتبه قاطی کردی؟ اختیار داریم احمده ها، اگه شما اجازه بدین خودم ترتیبشو میدم. آخه چه ریخته؟ اونش دیگه تو وصال درامه یه درامه. تو درباز قربونه ایمانه خود چی دونجایی؟ خیلی بیمعرفتی، چند وقت پیدا دونه نست میدی، خیلی که از اومدن بودی دو دل به فرما، خوش اومدی ابرام هتل به فرما، از اومدن بودی دو دل به فرما، خوش اومدی ابرام هتل به فرما، حالا صفا باش هم رنگ ما باش تو سل ما، این زندگیمون این سفره نون اینم دل ما، کار دنیا هرچی باشه میگذره، خوب و بد هرچی باشه میگذره، کار دنیا هرچی باشه میگذره، خوب و بد هرچی باشه میگذره. ولی تو هم شیطون اهل کلکی، ما رو عجب دل خود کردی علکی، کلک درست کردی از این لغمه یه نون، تو ما رو انداختی هی خوش خوشکی، حالا که امشب مهمون مایی، اینجا عزیزتر از جون مایی، کار دنیا هرچی باشه میگذره، خوب و بد هرچی باشه میگذره، کار دنیا هرچی باشه میگذره، خوب و بد هرچی باشه میگذره. من قلندر
در دهر تو هر که خواهی با دان بودی دو دل بفرما خوش اومدی ابرام هتل بفرما حالا صفا باش هم رنگ ما باش تو محفل ما این زندگیمون این سفره نون اینم دل ما کار دنیا هرچی باشه میگذره خوب و بد هرچی باشه میگذره کار دنیا هرچی باشه میگذره خوب و بد هرچی باشه میگذره اما شده اون شب کل ما شاد کرده نازه اون نفسته جان برای تو باشه هم شیرین کاشتی ها الحق که نخوش رو رو سبت کرده درد بلد بخور تو سر ابرام کن بود الهی همه داخل احمد تو که انقدر صفا و محبت مردونگی داری چرا نمیخوای به من کمک کنی برای چی پیشنهاد من قبول نمی کنی میدونی چیه زیبا خانم من هرچی فکر میکنم میبینم نمیتونم خودم رو این کاشتی ها الحق که نخوش رو رو سبت کرده درد بلد بخور تو سر ابرام کن بود الهی همه داخل احمد تو که انقدر صفا و محبت مردونگی داری چرا نمیخوای به من کمک کنی برای چی پیشنهاد من قبول نمی کنی میدونی چیه زیبا خانم من هرچی فکر میکنم میبینم نمیتونم خودم رو قلابی جای یکی دیگه جا بزنم اصلا میدونی چیه؟ ما اهل حقوق بازی نیستیم راستش این حرفا چیه میزنی؟ پای نجات یه زن بیگناه در میونی عمه بیمارم تو چنگال بیرحم شوهرش اسیره اون یه زن رو به عنوان منشی و پرستار خود با این کارش عمه بیچارم رو دخکش بکنه خب بگو عمد اون اخونه بیرون کنه آخ اون نمیتونه تنها دلخوشیش به این بود که پسرش برگرده حالا اگه بفهمه تنها پسرش مرده جا به جا دق میکنه احمد جوان مردی داشته باش تو میتونی با اون امید و زندگی ببخشی میتونی دوای دردش بشی اونو نجات بدی احمد قبول کن این گره فقط به دست تو باز میشه جون یه زن بیگناه و چشم به راه نجات بده آخه نمیشه اگه من قبول کنم بعد اون دوتا رفیقام چی میشه ما ستایی از بچه که با هم بزرگ شدیم اگه من بیام کمیت اونا لنگ میمونه تو قبول اون وقت واسه اونا میشه یه فکری کرد والله به خدا نمیشه احمد ببین چی میگم پس تو اقلا یه دفعه به خونه ما بیا وضع عممو ببین اون وقت خودت میفهمی چرا من اینقدر به تو اصرار میکنم من فکر میکنم دیگه رفتنی زیبا جان وصیت کردم که بعد از مرگم نصف داره این برسه به تو فقط تنها آرزو اینه که پسرم زودتر برگرده تا بلکه قبل از مرگم یه دفعه دیگه اونو ببینم بسته دیگه حوصله‌م رو سر بردی 15 ساله که دارم زحمت تو رو میکشم اون وقت خانم میره وصیت میکنه نصف داراییشو ببخشه به خانم اینم توی این خونه دق میاره از حرفا و رفتار این زن آدم سل میگیره تو روت 15 ساله تو این خونه هر کاری دلش خواسته کرده باعث شده منو از پسری که من در حق اون بکردم اونو از خودم دور کردم اما حالا حس میکنم که فقط وجود اون میتونه منو چند سال زنده نگه زیبا جون آیا ممکنه که من زنده بمونم دو مرتبه پسرم رو از نزدیک ببینم عمه جون این حرفو چی میزنی
من به دلم برات شده که همین روزا پسرتون بر میگرده. بی خودی فکر میکنی ایشالله همین امروز بهرام خان بر میگرده. عمه جون خواهش میکنم استراحت کنی. دکتر سفارش کرده که نظریم شما ناراحت بشید. برای قلبتون خوب نیست. استراحت کنید. نوکرتم بهرام جون خوب کردی اومدی همش میترسیدم برو تو میترسیدم بمیرم و تو رو نبینم بس دلت برای مادرت تنگ نشده بود خیلی خیلی مادر جان آدم در خارجه قربت میفهمه بی مادری چه درد بزرگی هست مادرت بمیره خدا نکنه من خیلی در حق تو بیرحمی کردم دیگه اگه آسمون به زمین بخوره نمیذارم از من جدا بشی نه هیچ کس برای آدم اولاد نمیشه مادر جان تو حالتون میزونی بیتره نه نه حالم بد بود خیلی بد اما حالا حالم خوب خوب شد خدا روحه تازهی پیدا کرد الحمدلله راستی خیلی وقت میشه تو رو ندیدم بله خیلی وقت پسرم 15 ساله یک عمره بهرام خان چرا اینطور بیخبر اومدید بیخبر؟ من که تلگراف زده بودم اما تلگراف؟ بله چطور من ندیدم خارجه ای نوشته بودم تلگراف من گرفته بودم چیزی نگفتم مبود بهرام خان بازم اومدنش به تأخیر بیفته و عمه جون ناراحت بشه هیچ کار خوبی نکردین میگفتین من به استقبالشون میومدم نمیدونستم شما مشتاق اومدن بهرام خان هستین ببخشین خانم چشم ابرو کی باشن؟ خانم منشی بنده البته پرستار مادرتونم هست پسرم همه از اومدن تو خوشحالی البته همه خوشحالی مادر جان چرا این خونه انقدر سوت و کور شده است؟ بابا پیلو اون آشپزمون کجاست؟ علی آقا رانندمون چی شده؟ بهرام خان اونا رو سالهاست بیرون کردیم بهشون البته احتیاجی نداشتیم اما حالا باید داشته باشیم پسر قبل از هر کاری باید مراجعت تو رو جشن بگیریم باید تمام دوستان و آشنایان رو دعوت کنیم خودت با کمک زیبا ترتیب کارا رو بده دیگه این زندگی در اختیار شما متشکرم عمه جون تنکیو مادر جان پس با اجازه شما از امروز من در این خانه دستور میدم و اولین کارمون اینه که در اولین فرصت یه راننده و یه آشپز باشی استخدام کنیم خیال میکنی که ابرام با این دنگ فنگش خیال میکنی چرا میره آب از پوشی لنگش تا که ابرام آقا خان از همه شنیدم خودم موتم از کجا تا کجا رسیدم بدون موهات که من تو تموم عمرم از این عشقی تر بساطی تو خواب ندیدم چی بودیم و چی شدیم بعد چی شده هم چی شدیم آخ چی بودیم و چی شدیم بعد چی شده هم چی شدیم این کار دنیا با قلب صافه ما رو نگاه کن بابا با این قیافه آقای آقایی ممنون از دنیایی
چی بودیم و چی شدیم، از چی شده هم چی شدیم، آخ چی بودیم و چی شدیم، از چی شده هم چی شدیم. تو این دنیا دیگه غم ندارم، چت هر چی بگی کم ندارم، برای شکمه لامصبم من دیگه از صبح تا شوم ماتم ندارم. چی بودیم و چی شدیم، از چی شده هم چی شدیم، آخ چی بودیم و چی شدیم، از چی شده هم چی شدیم. خیال میکنی چیه ابرام با این دنگ و فنگش، خیال میکنی چرا میره آب از گوشی لنگش، تا که ابرام آقا خان از همه شنیدم، خودم مادم از کجا تا کجا رسیدم، بدون مراد که من تو تموم عمرم از این عشقی در بساطی تو خواب ندیدم. چی بودیم و چی شدیم، از چی شده هم چی شدیم، چی بودیم و چی شدیم، از چی شده هم چی شدیم، چی بودیم و چی شدیم، از چی شده هم چی شدیم، چی بودیم و چی شدیم، از چی شده هم چی شدیم. خوشم اومد دوستی، خوشم اومد، خیلی هم خوشم اومد. ببینم آقای گامبو گامبو گامبو، از که تا حالا بازه ما خوش صدا شده تو؟ من تو ویدیو میخوندم آقای مخوی عدم تشریف آمایی. آقای بالا قربانه، الان میگه نفهمیدم شما چرا بیکار اینجا باش شدی. نگاه کن، نفهمیدم شما چه بیکار اینجا بایستادین؟ بایی خوید بایستاشتم با اجازه دو اتومبیل زیبا خانمو تمیز میکردیم. احمق های بیشور، پاشین خونه رو دیوونه خونه کردین. بعدا خدمتتون میرسم. مگه نمیدونین خانم امشب عده زیادی مهمون دارن؟ برین گمشین دنبال کارتون بیشور های بیتر بیاد. بایی خوید بایی خوید بایی خوید بایی خوید بایی یه دست دیگم تکرار میکنیم، همه یه هیکلتون گوش بشه و گوش بدین به من. به من میگن سرش بز نبرگ چغندر، من پدر صحبت چرا در میارم اگر کسی برخلاف بین من رفتار کنه؟ فهمیدین؟ بگین بله. قربان زیادی بود. ببین آقای سیبیل، اگه برنج دم نکشیده باشه این سیبیل های گندت توی اتاق دوت میدم. فهمیدی؟ بگو بله. بله قربون. و اما تو، حالا نوبت توه، خوب حواستو جمع کن ببین چی بگم. اگه یه وقتی ببینم خوراکا جانه استاده باشه، اون لنگ درازی که زیر اجاق مثل چوب سفید میسوزونم. فهمیدی؟ بگو بله. بله قربان. باستان اگر این زیر دندون کسی بره دندوناش رو بیشترم. فهمیدی؟ بله قربان. هنوز من نگفتم بله، چرا گفتی بله؟ احمق. معذرت میخوام قربان، دستم میدم. ببخشید با تو هم، مواد روغنه رو چش بری، مواد پیازده ها رو بخوری، مواد فکر کنی من قدم کچیک عقلم به چیز قد نمیده. فهمیدی؟ بگو بله. بله قربان. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. خوب حرفای منو فهمیدین؟ حالا برای سر کارتون، دیگه با هاتون عرضه ندارم. یه لطه کن بخوری گروب شده هم مهمون از سر میرسن. بگیم اطلاعات میشه را بیرسن. حتما تحصیلاتش هم تموم کرده نی؟ بله، اینجوری که خودش میگفتم گرفت. بهرام خان چرا نیم؟ من با زیبا میام. نمیدونی ماشالله چه قیافه ای پیدا کردی. دیوونگی نکن، تمام مهمونه اومده.
باید زودتر بریم، همه منتظر ما هستن. آخه اگه یه شیر پاش خورده این منو بشناسه جهند کار بالا میاد، عاقبت به خیر. ببین چه گرفتاری واسه ما درست کردی تو. خوش اومدین. خوش اومدین جون، خوش اومدین. آی گامبو جون، خوشاتو واش کن ببین چی میگه. خوشم با توی هوا دیگه. ما توی خونه محرمانه هستیم. سالیان تو مثلا یه شوفر هستی، آخه بسی چی اومدید اینجا؟ سالستم مباد خودتو با اقصدی برسونی و مسکولی کار دستمون بدید باق باق بکنی. به تو معیبود نیست، من خودم فشته یه تا عقصه یم. یس یس یس، این هم خرج اسرافی. عیبی نداره، خرج آخرشه. فقط شما خوب دقت کنین بشنسینش که دفعه دیگه عوضی نگیری. تنکیو خودش، تنکیو. خوب دقت کنین. شکر از آقایم خانم. چنگیز خان، جون شما مثل این که من اینو یارو یه جایی دیدمش. ماشالله هزار ماشالله بهرام خان، چقدر بزرگ شده. خیلی متشکرم، لطف دارین. چنگیز خان احمده پاگیخت آدم حسابی پیدا کرده. خفش گامبو جون، مگه من نگفتم که ما محرمانه هستیم؟ اسم اون بهرام خانه. آی اسم گینتی بواخید کنه. خانم ها، آقایون، امشب برای من شب بزرگیه. میخوام با اجازه شما نامزدی پسرم بهرامو با برادرزادم زیبا اعلام کنم و این تنها آرزویی بود که سالها منتظرش بودم. متشکرم. ما تو هم کردی؟ آخه این دیگه جزء قرارداد نبود. خیلی خوب، حالا لبخند بزن گندش در نیاد. متشکرم. خب بچه های من، امیدوارم یک عمر با خوبی و خوشی به پای هم پیر بشیم. خیلی متشکرم امی جون، من خیلی خوشحالم. بهرام تو چی؟ من یست 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 ما دیگر با نشاط شده ایم. دکر شانسو میبینی؟ خدا یه خورده از اون هیکل زیادی تو رو به بدن نازلین ما پیوند نزد که ما دوتا برای خودمون دوتا آدم حسابی بشیم بشیم بشیم. تبریک میگم بهرام. لطف تو پایانده باشه. متشکرم. قربون تو، مرسی هستم. تبریک میگم. قربون هیکل سالاره. بهرام خان، شما با اینکه سالها خارجی بودید چطور اینطور پایین شهری حرف میزنی؟ آخه ما بچه آبزر داریم بانو. سال زن آدم نباس تو چار رو پاشم مملکتش بیرون گذاشت زبون آبا اجدادش یادش بره. رابه هم ما بیشتر خوش داریم همه جوری حرف میزنیم، شما ناراحتی برو جا. نه خیلی هم خوشم میاد. من هر طوری شده ترتیبشو میدم که روز جمعه برای گردش کنار رودخونه بریم. تو باید با هر وضعی شده کلک پسره رو بکنی بیندازش تو رودخونه. تو هم میکنی از سر ما سایه تو کم کم چرا کم میکنی؟ نام زدی ما ازت انگاشیدی کم میکنه، عاقبت ما رو جدا این کارت از هم میکنه. خودتو میگیری داشت احمد، ما رو تنها میذاری میری داشت احمد، ما رو نمیبینی خوش هستی داشت احمد، نمیکشی سر ما دستی داشت احمد. حیفه که ابرو چین و پرچین باشه، حیفه که اخلاق تو هم چین باشه. مردا به قول و عهدشون پابندن، هر کی کنار رو زد بهش میخندن. خوب نگاه کن
کلک نیستیم دو شهمت ناز نکن، ما پی روز و کلک نیستیم دو شهمت ناز نکن، نگاه کن من بدک نیستیم دو شهمت ناز نکن، ما پی روز و کلک نیستیم دو شهمت ناز نکن. حیفه که ابرو چین و چین باشه، حیفه که اخلاق تو همچین باشه، مردا به قول و عهدشون پابندن، هر کی کنار رو زد بهش میخندن. دلخوری از دست ما اخمود تو تو هم میکنی، از سر ما سایت و کم کم چرا کم میکنی، نام زدیه ما ازت انگار چیزی کم میکنی، عاقبت ما رو جدا این کارت از هم میکنی، نام زدیه ما ازت انگار چیزی کم میکنی، عاقبت ما رو جدا این کارت از هم میکنی. زیبا و پسرم کجا رفتن؟ کنار رودخونه قدم میزن. احمد بخم چرا اخم کردی؟ آخه ناسلامتی ما با هم نامزد شدیم. خنده زوره که نمیشه. چرا؟ مگه از من بدت میاد؟ نه از خودم بدم میاد. آخه واسه چی؟ واسه این که من همه چیزم قلابی شده، خودم، اسمم، نوم زدم، دیگه خودم بدم اومده، یه آدم بیخاصیت و علکی شدم. این زندگی که من دارم خب فایدهش چیه؟ من زندگی رو میخوام که مال خودم باشه، نه مال دیگرون. پا ولم کن بابا. احمد بابا دست از سرم بردار، این مخم داره داغون میشه. احمد این حرفا چیه میزنی؟ من تو رو از همون برخورد اول شناختم، برای همین بود که از تو خواستم به من عمه پیرم کمک کنی. احمد من تو رو شوالیم بزنش بکشمش زنگ کنش بکشمش قربون شما. این کوچه بود یه هاویت حمله کرد. والا نمیدونم، فعلا صداشو در نیار، بعد تحت روی قضیه رو در میاریم. تو برو پیش احمد، من میرم دم ماشین لباسم پشت. خیلی خوب. برو جونم. برو من میرم ببینم بهرام و زیبا کجا رفتن. چیه ما دم گرفتی؟ بگیرم احمد پاش ما را علاف کرده، معلوم نیست تا کی باید سماخ بمیکیم و ناظره نمزد بزی اونها باشی. آدله داشته باش. آخه تا کی میشه دل راست شده بله بله قربان گفت؟ آدم توی زندگی میبوزه واقعا. یادشو بخوای منم حوصله خودن این رو نوچایی نهیم،
بفرمایید تشریف رو بایدن. آه این فنی دستی اتومبیل رو تمیز کرد. بله قربان. زیبا و بهرام رو نگیر. بله قربان. بله قربان. نشه قربان. در تو نمیری. بیبی براش جا ای روزگار قداره یک کاری میکنم واسه من رو ابزام کنم باید آسمان پول بباره جلی روزه ای بسن ما تشریف باقای دن تشریف چی؟ چیه چتونه؟ بس که دل خوری؟ بس که دل خوری؟ احمق بیارزه نتونستی کلکش رو بکنی؟ نتونستم خریفش بشم تمام آسته خونم رو خورد جارا گورتو گم کن خودم با هر وضعی شده کلکشو میکنم ای خدا شما چیتونه اینه چی کرده بله قربان معلومه دیگه آخه اینم شد زندگی با جدید تو میره احمد دیگه ما دبون بیار نیستیم باش بگه دیگه احمد ابرام بیقم جوش بیاره تقریب و من دیگه روشنه واکشو بکو ما حتی فرصت نکردیم برم صد تومنی که از سیلر خودمون دستی گرفته بودیم بهش باز بوده تو نمیری جون بکنی زودتر لب تر کنی حالا فهمیدم هوای چی به سرتون زده خوبی که دیگه ماتم نداره جونه شب یه جوری ترتیبشو میدم Kill him!
ساکت بشو خفشو باش اومدی با خرمت خودم مکنت دادم یخنا بیشتر مسته سین از ضرر داره چکر بیشی نخود چی شهر درست نخود احمد جون شهر چیه تو نمیگه به قیرتن برخوده بله خب سلام ها در اینه که فعلا به اینا کاری نهشته باشیم آخه اینا دار و دست اون چنگیز مفخور وقتی احمد خواه میگه بشین لبا حساب تو کاره بشین دیگه چون امیره نمیشه من باید اینا رو ادبشون کنم خب کی بود بدون جوزیمون نفس کشی ببینم چپ چپ خون تو کیو میخواستی بخوری حف بگم تو نفستو در بیارم جون من راست میگی مستی خب مرو مالا خب حالا چی میگی یه بیشی تو خوراکی میخواستی بخوری بگیرم این کیوی خب بگیرم این کیوی خوراک بخورم بخوشم کیوی همه در خدمتت آره چی باردن؟ باردن؟ چرا این آقای این حلوان؟ بس که تنه تو میخواره بیکاری؟ احمد آقا از بازدادم باردن خیلی چی؟ احمد آقا دفعه میدم چی شده؟ ملقه یه سیدی سیدی یا خیلی؟ میگم بازم بد نشد بعد چند وقت خستگی از تنمون دهیم حالا دیگه بی سر صدا برید تو اتاق خودتون بخوابید بله قربان دو مرتبه شروع شد بله قربان قربان کنبو مگه نشنیدی چه دستور دادم پیش به سوی اتاق خدمه بهرام تا حالا کجا بودی؟ مادر تو حالش بد شده مادرم؟ کجا؟ آوردمش تو اتاق خودم زود باشی نمیدیم زود باشی بس کن؟ مادرم که اینجوری؟ کجا؟ یواشتر حرف بزن که کسی از خواب بیدار نشه اون تو اتاق خودش خوابیده من اینجا کشوندی مردم آزا خواستم با هم دیگه تنها باشیم و یک کمی حرف بزنیم حرف بزنیم؟ تو حرفی نداری با هم بزنیم وقتی شروع کردیم وقت میبینی که خیلی حرفای خوب خوب داریم که با هم بزنیم نه یکی من قشیم هیچ فکر نمی کنی که من تو این خونه چقدر تنها هستم بیا اینجا بشین یه خورده با هم دیگه حرف بزنیم نمیدونی امشب چقدر دلم گرفته میدونی چیه فلا خانو اگه بعد خیالات به سرت زنه رو راست بهت بگم ما اهلش نیستیم کم کم تو رو اهلت میکنم و اگه گوش به حرفم ندی داد میزنم و همه رو از خواب بیدار میکنم آب روز میبرم اون وقت موقعی میبرم نه زیبایی میبونی نه این خونه و زندگی باید از این سر فرار کنی بری فهمیدی؟ خدا روز جایی دیگه حواله کنه نسله یه عوض بده وحشی بالاخره رامت میکنه اینجا چی شد؟ این سر صدا چی بود؟ هیچی بهرام خان با اجازتون تو اتاق من اومده تو چی میگی؟ من چه میدونم؟ خب جبنی مثل اینکه گاهی آقا فراموش میکنه که نامزد گرفته اما ناراحت نشو زیبا جون من از اتاق خودم بیرونش کردم به نظرم خیلی هم ناراحت شد خجالت نمیکشی؟ نه این فهمم من خجالت بکشم مگه چی شده؟ دیگه میخواستی چی بشی؟ خجالت بکش بیشار بیا ببین حالا دیگه کارت به جایی کشیده که تو اتاق فلور میری؟ چیه باز هم حفظه داری؟ واسه چی دور برداشتی؟ اون اینجوری که من تو اتاقش برم؟ راست میگی تقصیر خودم همش تقصیر خودم که دست تو رو گرفتم آوردم تو این خونه من نمیفهمم این حرفا چیه میزنی دخترم؟ به علاقه پیدا کردم یه باشتر اجازه باز کن ببین چی میگم اما این چه بساطیه واسه من درست کردی؟
هر روزی که تو زندگی من پیدا شدی پاک اوزان به هم ریختی، همه چیز زندگیم قاطی پاتی شه. خودم یه آدم عوضی شدم، یه آدم عوضی. بی خودی اون نامردا با من حمله میکنن، اون زن عوضی منو میکشه تو اتاق عوضی، تو هم موضوع عوضی میگیری، علم شنگه درست میکنین، آدم تو این خونه پاک کلافه میشه. اگه اینطوری والا بلا ما غلط کردیم، اصلا ما اهلش نیستیم، ما را یه نون حلال انداختین، ولمون کنیم بذاریم بریم پی زندگی خودمون. بابا نمیفهمم حالا چرا داری گریه میکنی؟ این دل مهربون من کارت بکنه برای بدبختی خودم گریه میکنم، برای اونم میبیچونم. همه این کلک ها برای اینه که اونو دق کش بکنن. آره، باید هر طور شده فهمید بهرام چی شده که این دختره اینو عوض بهرام آورده تو این خونه و معلوم کنیم که این پسره کیه. حالا فهمیدم چنگیز خان فکر می با اون فسخلی و اون گنده همونایی باشن که وقتی میخواستیم بهرام قلبی رو تو فرودگاه بدوزیم به ما حمله کردن. اون شب تو کافه اون رقاصه هم احمد صداش میزد. اون هر کی بود از در گمرک فرودگاه بیرون اومد، معلوم بود از مسافرت خارج برگشته. با اون دخترم صحبت میکرد، جاشم بلدی. ببین چی میگم، فردا هر طور شده باید اون پسره رو پیدا کنین تا من تاوتوی کارو در بیارم، فهمیدین؟ به من کلک میزنن، حالا حسابشونو میرسم. یواشتر، نباید بذاریم از جریان با خبر بشه. احمد قول بده منو تنها نذاری، تمام امیدم تو زندگی به توه. منو این عمه بیچارم تو چنگل این چنگیز بیره هم اسیر هستی، قسم بخور با ما تو زندگی رو راست باشی. والا به خدا من تا حالشان با شما رو راست بودم، اون زنی که با کلک منو تو اتاقش کشیده. اینا هزار فتنه زیر سرشون. تو خواهیت ناراحت نکن، بلند شو، حالا برو بگی یخت و بخوا، با از حوصله و خون سردی نشون بدیم تا خودشون دستشون رو کنن جنب. برو برو بگی بخوا. شما هر وقت بیکار میشین منو میگیرین و میارین اینجا. نه آقا پسر، این دفعه دیگه موضوع خیلی جدیه. خانم بازم جواهرات شما رو دزدیدن که من عوضی گرفتین آوردین اینجا؟ نه خیر، این دفعه پای یک قتل در میونه. چی؟ گفتین قتل؟ بله، شما آمریکا بودید؟ بله. بهرام مشرف الملک رو میشناختید؟ بله بله. بعد شما تنها با آمریکا برگشتین؟ من نمیفهمم شما برای چی این سوال از من میکنید. برای اینکه شما بهرامو کشتید. چی؟ من بهرامو کشتم؟ دیوونه شدی. اون وقتی اتومبیلش پرت شد و مرد، من واشنگتن بودم. بهرام مرده؟ بله، البته یه حادثه تأثیرآوری بود، اما به من اصلا ارتباطی نداشت. من تمام جریان اون روز که از فرودگاه می اومدم و شما منو جای دوز جواهرات دستگیر کردین به زیبا خانم گفتم، میگین نه ازش بپرسید. پس این تو بهرام مرده، زیبا این پسره رو عوض بهرام به ما جا زده. این از کجا پیدا کرده؟ بذار منم یه زبون اون دوتا رفیقاشو باز کنیم. یه ماشین سربالایی نمی کشی؟ آرتو آرتو ابرام ابرام آقا چه شما این کلا خانم، من خیال میکردم دختر شاهد پریون اومده بخوابم. خب حالا چی شده؟ دلم درد میکنه، ابرامو بیدار کن منو برسونه دکتر. بتا خانم الان مثل ترقی از جون میپره نبیدی ها کن. آهو ایزم گنگو بلاشو نرکه یه بوده شما را هره چی شده؟ پسر من نه بلخون مرز دارم. آره دیرم درد میکنی، پاشو خودتو جمع کن منو برسون دکتر. آخه صابه به این زدی کسی دیدهی میگیه به تو چه لند اور بلند شما را باید میان بوشه دیده صابه به این زدی عجب که یک دایی بیا چه اینجوری میکنی؟
حال بده ناکر بگوشه دکترن ببینم بلای خانم این چجور دکتریه که تو این پستو کار میکنه چیکار به معقولات داریم عزیزم میگم اگه یه خورده صبر کنین و دندون رو جیگر بذارین اون وقت میفهمین که دکتر چجور آدمه ببینم چنگیز خان شما هم دکتر بودین و ما نمیدونه چیم رفت بشو صدا تو ببر یاله بچه بگیرین تنفی چشون کنیم آره بشه آره بشه آره بشه اینقدر بزنیم تا دهنشون رو باز کند ما که یودل نداریم که بخوایی زبونمونو ببینی اکیدا چه میزنی؟ خفه خونده که چچل چرا میزنی؟ اگه میخوایی دهنمو باز کنه بفرما یاس میگه دیگه با بای ما حق بازای بدجنس خودتونو به حماقت میزنین حرف بزنین حرف بزن چی؟ من لحه موقتم من خودم عقل کل هستم میخوایی وسط این حرف بزنم بسیار خوب چشم تهران پایتخت ایران است سار از زرخ برید آش درد شد خب دیگه چی میخواد وسطون بگم؟ حسابشون رو برسین تمانی حرف زدن رو بفهمن الهی زمیر بشید اگه مهید این دستم رو واکنین و تدبیه انجلو تا حرف بدونه باید مهداتو ببر هیچ سارا رو بزنم هم بگین ببینم چه کلکی تو کارتونه به جون شما هیچی تو ششم گنده بکو بخده هیچی احمد چه ارتباطی با شما داری؟ یعنی چه نسبتی با هم داری؟ والله هیچی به جون منم هیچی پس چی؟ نخو چی؟ یعنی من 30 سال باش رفق هستم یعنی سته ای رو هم رفقیم پس برای چی خودشو تو خونه جایی بهرام پسر مشرف الملک جا زد؟ میخواد ثروت زن منو بالا بکشه؟ نه بالا نه بالا پس میخواستین منو نفله کنین؟ نه بخدا مگه آدم قیته اسمو قلف کرده بخواد از این کارو بکنه پس این کلکا رو برای چی زدین؟ ما چه میدونیم؟ زیبا خانوم قاطی پاتی ما شد که احمد آقا شد که بسه یه مریحوم خانومه به زور ما یه آوا که احمد خود شد که بسه یه خانوم جا بزنه به ریزانه بیچنه هم گسته دقیقه نکنه زیبا این کلکا رو جور کرده چیز مثلا میدم دیگه توهین نکنیم ما کلک تو کارمون نیست زیبا خانوم میگفت اگه این کارو بکنیم ثواب داره احمد آقا واسه همین این کارو قبول کرد احمد خودش چی کاره بود؟ دم دست ما کار میکرد چی کار؟ کجا؟ ستایی با هم شاگردی میکردیم شاگرد قهوه خونه قنبر الان تمام مشتری ها قهوه خونه دارن چایی میخورن یعنی حاضر شهادت بدن لطفاً بریم بپرسیم رابط کردن این موضوع مثل آب خوردنه عجب هم دنگوش میشه یه بردن اما این کار لزومی نداره چرا؟ روستاشون میکنم من فکر بهتری دارم بچه ها همه بیان بیرون بریم بیرون باشو باشو بیرون ما که بستی رفتم عجب گرفته ای شدیم گرفتم جون خراب کردیم به جون با اون دندونای کراز تناب منو باز کن زور باش تو کلت دست احمدی هم نداری این بایتر این بایتر گیه رو بده به من تنابش از نخ قنده مزه مزه کن چه قنده سیره بده دای 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 بچشش دیگه کن بوده دیگه خب دیگه با خوش با خودم جون جونم این رو خوشی زنده با خودم زنده با خوش بایتر حالا باز شد از کجا فیال میکنی؟ از کجا فیال میکنیم؟ از اونجا اونا خوشش دیدی؟ خوش بسرم دیدی؟ خداوند حساب حیکل زیبا رو به من نداده واسه همین وقت هست دیگه ما رفته زنده با خودم خدایا چطور میشد بایم چای مثبال بشه این خواهد میکردی که این سلاخی بدیم بیدیم میشد داشت را ما رفتیم جونم دب کن میمارم فرد بدنگی به ما چی میشه آخه این که حیکل نشد خدا به تو داره میخواد چجوری از اینجا رفت بشیم خوشه گرجون من دلو میذاره میریم بی وفا تو اینجا مواظب اوضاع باش من میرم با احمد برمیگردم دلداده که با وفایم با این بازی کن تمام برگردم بگیرش اگه جریان رو آفتابی کنیم ممکنه زیبا کلک دیگه ای بزنه به نظر من خطر اصلی برای ما فعلا زیباست برای اینکه عزت الملوک نصف ثروتشو به زیبا بخشیدیم اگه ما زیبا رو از میون برداریم کار تموم میشه میخوای اونو بکشی؟ نه پخ پخش میکنی بهتر نیست دستمونو به خونه کسی آلوده نکنی
کاش بشتره دهی به امکاره رو خیاب کرد. چی شده سرسوبی؟ دست گل آب. چی؟ چنگیز خان نونبرداری با کلاچ من و ابرام و سرقت شد با سیاه جال و دزدان خلاصه از ما بخور گرفتن که تو پسر خانم نیستی احمد آقا شده به خواب خونه یه قنبری خواهش تو سرتون آخر نتونستین جلوی زبون خودتونو بگیرین؟ دیگه بند آب برد من خودم رو با هر چلاسی بود رسندم اینجا که بهت بگم تا رو سایه به بار نیمده و چلاچ به همون نزدم فلنگو ببندی بود در ری خواهی بگو بچه عجله کنین زودتر یلا یلا خب دیگه نخوتی من رفتم برو احمد جون دست حق به امراد برو ببینم چی کار میکنه من خودم اینجا مواظب اوضاع و احوال هستم نوخی چه رخت خواب راحتی باز خودش برداشته جاوز دوست کجا هست اینجا جاوز دشمن کجا اینجا بجره کن تون تر برو چشم مخلص شما من زیبا خانوم و احمد چون چیستشون رو با هم زیبا اونه دیگه واسه چی؟ چه همین دونم خدا با این گوشه ایستا ماندم شنافتم ده دوم بخور یا الله پس را ما آیستانیم اصلا چی هستی به تا خواهیم برو 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 اول برین اون اتاق بی سر صدا اون پسره لندهو رو از پادر بیارین که مزاهم بشه بیاد بچه مواظب باشین فرار نکنه اینجا چه کسی نیست خیلی خب برین من جای این اتاق خواهم از قریه هم نفریده ما رو با این همه تنها بدن کسی قبول نده از بیمارفت ما رو دست کم گرفتم برای تو تو اتاقش نبود تک میکنم رفته بیرون دیگه بهتر بریم اتاق دیگه چنگس سعی کن دست تو به خونه کسی آلوده نکنی بهتر صدا تو ببری و بذاری کارم رو بکنم خجالت نمیکشی یه شاگرد قهوه چی رو آوردی تو این خونه جای پسر زن من جا زدی میخواستی تموم دارایی ارث و میراثی که حق منه بالا بکشی تمام این دارایی تو سرت خراب بشه اون شاگرد قهوه چی سگش به تو شرف داری اما من داغشو به دلت میذارم بگیرین صداشو ببرین بیداد مثل این که کار داره بخ پیدا می کنه ششلو می گه بناشم برم بزن در به داغونشون کنم آمد با باشد نه غلط می کنه بیکاری آخدا این از قد و قوارت که به ما دادی آخه من فکری چطوری پس این نمده هر بر بیاد
نه من که پیداش نشون بیا او حکایت برم کنه به جای بده به جای بده جفت روز بیا دست بدر بسته دیگه بیا برو اینه شرف تو اینه وجدان تو خوب مردونگی تو به من نشون دادی دیگه خفه شو این دختره حق باز و فریکار همه ما رو گول زده میخواست با هیل تمام ثروت تو رو از بین ببره به تو چه با هرچی هست برادرزاده منه از خون منه تمام این دارایی مال خودشه تو کی هستی؟ ها؟ من اختیاردار این خونه هستم شیشه ی عمرت هم در دست منه یه بیشرم هستی یه دوت هستی خفه بیشیانه بیشکار بیشتر از این ناراحتی نکن نمیخواد منو نصیحت کنی. من در حال جنگ ستیز طبق نقشه عقب نشینی کردم از کنون طرف رفتم یاله سوارچی بگو بشنم پشت ماشین برو کام شو فت خالی چرا آقا برو تو تصدیق نداری یه خودی فلفل بره بخواهد یه خودی تلتر بره خاله خواهد بیا بریم. I don't know.
زنیه. بیا مایی دده شون، آدم نبودن. خب حالا ما باید چه کنیم؟ یه خود حوصله داشته باش کام بود جون، بالاخره معلوم میشون. احمد، چرا میخوایی بری؟ باید برم. برای چی؟ برای اینکه پسر من نیستی؟ اینو میخوایی بری؟ عمه جون، شما میدونستی؟ بله، من از همون روزای اول اینو فهمیدم. پس چرا هیچی نگفتی؟ نمیخواستم امی خودم ها به این که پسرم زنده است از دست بدم. بعدش کم هم بهش عادت کردم، حالا مثل پسر خودم دوستش دارم و ازش میخوام دیگه از پیش ما نره. خیلی باید ببخشی زیب خانم، من خواسته بود که برای نجات جون شما تو زندگیتون بیام. حالا اینجا الحمدلله هیچ خطری برای جون شما نیست، کار ما دیگه تموم شده. آخه چرا ما رو ترک میکنی؟ چرا نمیخوای تو زندگی ما بمونی؟
برای اینکه من یه شگر قهوه چی بیشتر نیستم و این زندگی قلابی هم که تو واسه من درست کردی هیچ خوشم نمیاد. یا هما رفت من تو رو دوست دارم، میخوام با تو زندگی کنم. نه جونم، کسی رو که تو دوست داری من نیستم. با عزت و مات همین جو مرخص بشی. احمد صاحب کن نرو، تو اشتباه میکنی، من تو رو دوست دارم. چی رو اشتباه میکنم؟ من نمیتونم یه عمر سربار زندگی تو باشم. این نونی که تو واسه من پختی دیگه عجلون پایین نمیره. میخوام زندگی و پولی که از کار خودم در میارم بچرخونم، نه با ثروت یه آدم دیگه. برم کنی بزنی برم سراغ زندگی ساده و بیالایش خودم. بلند شی، چرا معطل پاشی؟ آدم نباید انقدر تک دنده باشی. حالا دیگه زیادی حرف میزنی، راه بیافتی. احمد صاحب کن نرو. جلا تکسی برو بگیر. نراحت نباشی، گریه نکن، اون تو رو دوست داری. برای اینکه غیرت و مردونگی داشت، برای اینکه غرورش رو نشکنه رفت. حالا من چیکار باید میکنم؟ فکر میکنی حالا کجا رفته؟ حتما بیداد به مرتبه شروع شد. احمد اقا بله؟ دو تا چایه پرورده به اینجا بشه. احمد جون مخلصتم، توش داره به هم نرخته. برو بیرون چی میگه؟ باز دیگه چه خبره؟ از جون من بی نوا چی میخوا؟ خودتو میخوام که جونم به جونت بسته شده. حالیم نشو، گوش بده. بله، حالیامونو به هم پیوند بدیم. آخو واسی آجی واسه اینکه دوست خودتو، زندگی تو، این دوتا رفیقاتم مثل برادرای خودم دوست دارم. آخه زندگی ما با مال شما خیلی فرق داره. احمد تو اشتباه میکنی، منم همون زندگی تو، صفا و محبت تو دوست دارم. احمد تو راست راستش معلوم میدونم که قلب تو رو با کرم مینوازه. بگو بعد تا دومده روزه شلوغ نشده که بکرم. اما یه شخص که آبی که دستی بلند کنه و منو پیش میتونم برسنه ایوان قبولم نبرشون بکشه. احمد پسر خب، خب آقایون بگین نبا، حتما تو عرضی